روحانی و علائم آشکارتر زهر. به زور، با عصبانیت، با شعار، با خشونت، هیچ کس را نمیتوان از مسیری به مسیر دیگر هدایت کرد. اگر کسی فکر میکند که دینش، مذهبش بهتر است، باید با عمل خودش نشان دهد. ما در این منطقه هیچ کشوری نمیتونه مدعی بشه که من قدرت برتر در این منطقه‌ام و باید کشورهای دیگر تسلیم من و تابع من باشند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، 12 آذر. به اذعان خودتان روز گذشته تشکل‌های متعددی که نوعاً از اعضای اتحادیه‌های رسمی و شناسنامه‌دار کشور هستند، فرصت سخنرانی پیدا نکردند و از نحوه چینش و تعداد دانشجویان حاضر در سالن هم اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد. خبرگزاری حکومتی آنا، 12 آذر. دبیر انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان خطاب به رئیس جمهور گفت: بی‌توجهی شما به مسائل معیشتی دانشجویان و اشتغال آنان پس از فارغ التحصیلی چه زمان خاتمه می‌یابد؟ فریاد زدیم حقوق قومیت‌ها و مذاهب. فرجامش شد نبود حتی یک وزیر اهل سنت در کابینه. فریاد زدیم دانشگاه بی ستاره. فرجامش شد 200 ستاره در سپهر سیاسی دانشگاه‌های ایران. سایت حکومتی بسیج دانشجویی، 12 آذر. آقای دکتر، این شما نبودید که روز امضای برجام فرمودید از امروز با اجرای این توافق تمام تحریم‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، بانکی و غیره لغو می‌شوند؟ شما ملت را فریب دادید یا خود را؟ سایت حکومتی دانشجو، 12 آذر. متن خوانده نشده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان در حضور رئیس جمهور: آقای روحانی، به سیستان آمدید اما خوش‌سالی 20 ساله فقر و بیکاری را ندیدید. وقتی از جناب‌عالی در گزارش 100 روزه پرسیده می‌شود برای فلان موضوع که هنوز مشکل کشور است برنامه‌تان چیست، می‌گویید ادامه‌ی سیاست گذشته، که اگر سیاست گذشته شما جواب می‌داد مدام از تئوری تقصیر قبلی هاست استفاده نمی‌کردید. روزنامه حکومتی آفتاب یزد، 12 آذر. دست دوستی حسن روحانی به سمت همسایه‌ها. دست دوستی؟ حالا حسن روحانی حرف‌های جدیدتری برای گفتن دارد. حرف‌هایی که حسن روحانی می‌زند قبل‌تر از او یا نشنیده بودیم یا کمتر می‌شنیدیم. رئیس جمهور این بار به جای تهدید و پاسخ به یاوه‌گویی‌های برخی کشورهای عربی و در رأسشان عربستان، می‌گوید اگر بعضی از کشورهای منطقه با ما فاصله گرفتند تقصیر خود آنهاست. ما خواهان این فاصله نبوده ایم. ما نمی خواهیم بین ایران و کشورهای منطقه فاصله باشد. نمی خواهیم بین ایران و دنیای عرب فاصله بیفتد. یعنی واقعا حسن روحانی در چنین شرایطی تغییر رویه داده و قرار است همسایگان را، حتی آنهایی که در این مدت با آنها تخاصمی داشته را، به اروپایی که طی سده ها جهان را از سکون به درآورده و رو به ترقی برده ترجیح دهد؟ قربان اغلی، سفیر سابق رژیم، 12 آذر. ایران برای مذاکره با عربستان کانال بزند. ما باید همان منطق برد بردی را که در مذاکرات هسته‌ای به کار گرفتیم در منطقه هم به کار ببریم. ما در برجام عقب نشینی هایی داشتیم که هیچ کس آن را انکار نمی کند. ما باید در اینجا هم کانالی پیدا کنیم و این پیام را به گوش عربستان برسانیم که ما آمادگی فضای جدید و مثبتی داریم. واقعیت این است که عربستان را نمیتوان در منطقه نادیده گرفت. به هر حال این کشور در منطقه وزنی دارد. ایران باید برای مذاکره با عربستان پیش قدم شود. بن سلمان انگیزه غلبه بر مشکلات داخلی و حل معضلات بیرونی مثل روابط با همسایگان را دارد و اینها یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست اوست. سایت حکومتی رویداد 24، 12 آذر. آخون مصباحی مقدم: روحانی می‌خواهد به سمت سرنوشت احمدی نژاد یا خاتمی نرود. روحانی یک سیاستمدار عافیت‌اندیش است. شخصیت آقای روحانی ذاتاً و اساساً همین رفتاری است که اخیراً از او مشاهده می‌شود. اگر به تاریخ سیاسی رفتاری آقای روحانی برگردید، می‌بینید در طول 38 سال گذشته به استثنای 4 سالی اول دوره ریاست جمهوری و احیاناً چند ماه مانده به انتخابات،
دائما همین رفتار را داشته است.